گوش کن ببینم، اون پسر طوفان قهوه چی یادته؟ امروز میگفت میخواد زینبو به فرزندی قبول کنه. اعصابمو خورد کرد. فکر کنم یکم بهم شک کنه. چیکار کنیم داداش؟ نمیدونم. اما نمیتونم بذارم تا قبل از پیدا شدن الماسا واسم دردسر درست کنه. باید یه بلایی براش نازل کنیم که منو یادش بره. چه بلایی داداش؟ میخوای برم قهوه خونه‌شو آتیش بزنم؟ حرفه چرت و پرت نزن ساده. چی آتیش بزنی؟ اصلا تو دخالت نکن. خودم یه فکری میکنم، بهت میگم چی کار بکنیم. اینجا خوبه؟ ممنون، خیلی ممنون. جانم ساعت باری جان، طرف رفت توی جای خیلی با کلاس، قدم به قدم دنبالشم. خیلی خوشحال شدم، پس حسابی عکس بگیر. آها راستی، صبر میکنی تا دوستت بیاد بیرون دیگه؟ نه خیالت راحت راحت، یه لحظه هم ازش غافل نمیشه، نگران نباش. خوبه، عالی عالی، بهتون خوش بگذره، بعدا مفصل حرف میزنی. خیلی خوب، میبینمت. خیلی ممنون. سوات کیه؟ یکی از دوستامه، در مورد یه چیزی حرف میزد، بعدا تعریف میکنم. آها. از اینجا خوشت اومد؟ خیلی جای قشنگه. برای اولین بار حس میکنم به جای بزرگ خانواده یه دختر کوچیکم. آره دقیقا، دست مادر بزرگی درد نکنه، خیلی بهت کمک. خیلی زن خوبیه مگه نه؟ به نظرت بابام چجوری پسرمونه؟ دقیقا، منم از همینجا تعجب میکنم فیلیس. یه کاری که حتی سخت‌ترین خواستگاری دنیا رو تجربه کنم. اینجا رو ساواش، بی خیال، شما اینجا چی کار میکنی؟ چه خبرها؟ بله، ما اینجوری موچه دوستامونو میگیم. ستاره ساحل شدی، کلا ما رو فراموش کردی. این حرفا کدومه؟ ببین فیلیس، تیمور و گلریس دوتا از بهترین دوستای منه. واقعا از آشناییتون خوشبختم. بله. و فیلیس هم آماده این؟ نامزد منه. آه نامزد؟ جدی میگی؟ بله. پس چی؟ همین دو ساعت پیش رفته بودم خواستگاری. بی خیال. بله. بسر همین امروز رفته بودی خواستگاری؟ آره امروز. بشین تعریف کنم. ای وای، اصلا باورم نمیشه، ساواشی که با همه تیک میزد داره زن میگیره. ساواشی که با همه تیک میزد، به حرفاش اهمیت نده، همینجوری یه چیزی میگه، چون هنوز ازش خوشتیپ‌ترم حسودیش میشه. البته ببخشید. آره شوهر من اینجوریه، تحمل نداره. خب شما تعریف کنین کجاش شدی؟ بینم تو هم دکتری فیلیس. زود قضاوت نکن عزیزم، شاید پرستار باشه. چرا؟ چون سنی تیموره؟ ای بابا، شاید دختر جاره مغز باشه، تاوش خودشو درگیر چیزای کلیشه‌ای نمی کنه. چیزای کلیشه‌ای مثلا چی؟ آه این داستانه خلبان مهماندار، دکتر و پرستار، رئیس و منشی، این چیزا. تو رو خدا بگو جاره مغز و اعصابمو؟ اینم سایش کن فیلی. نه ما خونمون پایین شهره. خیلی پانمکی، منظورم این نبود، میگم از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی؟ کجا کار میکنی؟ من فارغ التحصیل دبیرستانم، اصلا نرفتم دانشگاه، تو خوشویی کار میکنم. برای چی؟ فیلیس چرا نمیگی؟ تو سخت‌ترین درسای دانشگاهی رو داری پاس میکنی. ببینیم 5 تا خواهر برادر داره، تنهایی از همشون نگهداری داری میکنی. اونم تو این سن؟ تو این سن کاملا دست تنها. واقعا باید به تبریک بگم فیلیس، حتی تصورش هم نمیتونم بکنم که
چجوری میخوام بچه داری کنم؟ بیا یه 5 دقیقه بریم دیگه، فقط میشنیم رو پله ها. فیلیز با باریش رفته بچه ها رو سپرده به من، آخه چجوری بیا؟ آخه چیه رحمت؟ مادر بزرگت که خونه است، مثلا یه ساعت با ما بیای بیرون چی میشه؟ تازه اگه تو نیای من خودم میرم. داداش ماما بزرگ میگه هر جا میخواد بره بره، برنامه داشته بره دیگه، گفت در رو ببند داره باد میاد، به پاهاش باد میخوره. بیا شنیدی چی گفت؟ باشه الان میاد. بکرت شیطونی نکنی یا الان بر میگردم. تخمه هم نشکنیم؟ نه بابا، تخمه چیه؟ موج دهنم شور میشه، دوست ندارم. نه نشکنیم، حال میده. فکرت دیگه داره دیر میشه، پس کی میریم ها؟ خب مادر بزرگم هنوز نخوابیده. تو وقتی مادر بزرگ بخوابه مسابقه تموم شده، رفته پی کارش. هی چی میگین؟ کجا میخواییم بریم؟ تو کوچه پایینی مسابقه است، با عایشه میخواییم بریم اونجا. چی میگی فکرت؟ چه مسابقه؟ ای مزخرف نگو، اگه فیلیز بود بهت اجازه نمیداد اصلا. خانم عقل کل، ما هم چون میدونیم بهش نگفتیم. ما باید بریم. عایشه تو برو بیرون همونجا وایسا، من سری میام. باشه. منو ببین هم کلاسی جون، ساعت چند شده؟ کی میخوای بری خونه؟ مامانت نگرانت نمیشه؟ منم دیگه برم بخوابم، دیر شده. مامان بزرگ، میخواستم یه چیزی بگم. من خوابم خیلی سنگینه، گیلاس هم میدونه، توپم در کنم بیدار نمیشم. اگه صدام کردی بیدار نشدم نگران نباش. چرا باید نگرانت بشم ها؟ برو بگیر بخواب. شب بخیر. منم برم بخوابم مامان بزرگ. کردی فکر از زیر پام علف سبز شد، بس که منتظرم. چی کار کنم؟ به زور مادر بزرگم رو گول زدم. خیلی خوب باشه بریم. فکره سب کنین منم بیام. تو برای چی داری میای؟ یه نفر باید همراهتون باشه. بچه ها چی؟ مامان بزرگ حواسش به اونا هست، باید یه آدم عاقل بالا سرتون باشه. آدم عاقل؟ اونم تو. من که رفت. باشه برو. همسامان کارم میکنی؟ چجوری میتونی این همه کار یه جا انجام بدی؟ سنیز هم که خیلی کمه. عشقم یه همچین فرشته زیباییه. لطف داری عزیزم، راستش خیلی هم دستنها به حساب نمیام. بزرگترین برادرم رحمتم هست، اون خیلی کمکم میکنه. همسایم طولایم هست، از وقتی هم که ساواش وارد زندگیمون شده خیلی کمکمون کرده. مادر بزرگم هم که اومده. ساباش خیلی خوششانسی، یه همسر نمونه پیدا کردی، خیالت از هر بابت راحته. بله پس چی؟ پسر ما هم خیلی پسر خوبیه، تو هم خوششانسی. آره دقیقه. بچه ها از ته دلم بهتون تبریک میگم، امیدوارم همیشه خوشبخت باشین. خیلی دیر شده، کم کم بریم خوب؟ چی؟ به این زودی؟ امشب بهترین شب زندگیتونه. یکم دیگه موزیک زنده شروع میشه، یکم میرخصیم. نه خواهر برادرام خونن، تا حالا این همه ساعت تنهاشون نذاشتم، برای همین. عزیزم رحمت هست، مادر بزرگت هست، اون از پس همه چی برمیان. امشب شب ماست عزیزم. آره راست میگی، اما نمیدونم چرا یه حس عجیبی دارم. هیچی نمیشه، هیچی نمیشه، نگران نباش. خودت هم گفتی اولین بار اینجوری اومدی بیرون، برای همین نگرانی. بعدش هم همونطور که گفتم امشب شب ماست، فهمیدی؟ پس راحت باش عزیزم. دقیقا همینطوره، امشب شب شماست، امشب باید بیشتر از هر وقتی برخصیم. موافقم، کی برخصیم؟ باشه پس یکم دیگه میمونیم. ما چه آدم های بیفکری هستیم تیمور، همینجوری نشستیم اینجا، کاش تنهاشون بذاریم. نه نه این چه حرفیه،
من اولین بار با دوستای ساواش آشنا میشم. خیلی خوشحالم. لطفا بمونید. خیلی خوب دیگه. پاشین برقصین. بپاشین دیگه. پاشو. پاشو دیگه. منم پاشم. خب معلومه پس چی؟ باریش من از این چیزا خوشم نمیاد. بدم. دست خودت نیست. امشب باید برقصیم. پاشو ببینم. من گشنمه. مامان بزرگ من گشنمه. من برات غذا درست میکنم. بیا. چارپایه رو بیار. این چرا روشن نمیشه؟ من چه میدونم؟ گفتم منو درگیر این تخمه نکن. دیگه نمیتونم بلش کنم. ای رحمت چرا میریزی رو زمین؟ الان این خانمه میاد سر و صدا راه میندازه ها. پس این کیسه رو برای چی گذاشتم اینجا؟ آخه چجوری دونه دونه بریزم اون تو؟ اینجوری که اصلا حال نمیده که. نمیشه. وای یعنی چی که حال نمیده رحمت؟ زمین رو نگاه کن. باشه حالا تموم که شد آخرش جمع میکنیم. بذار حال کنیم دیگه. رحمت از اسم خودم ترسیدم به خدا. یه فکر پلیدی به ذهنت رسیده ها؟ من خیلی فکر کردم. ای وای بدبخ شدی. مسخره بازی در نیا دیگه. گوش بده دارم جدی حرف میزنم. منم برای همین میترسم دیگه. حالا بگو. من هر کاری هم بکنم مامانم و بابات آخر عروسی میکنه. مجده این بحثو باز نکنه. هر دفعه سرش دعوامون میشه. نمیخوایم دعوا کنیم. یه لحظه گوش بده. ها. من میگم که هر دومون برای دانشگاه با هم بریم ازمیر. از همه چیز و همه کس هم دور میشیم و راحت زندگیمونو میکنیم. آخه موجود من چجوری فیلیز و بچه ها رو تنها بذارم؟ تنها پشتیبانی فیلیز منم. اون که با باریش ازدواج میکنه. مادر بزرگت هم که دیگه پیش شماست. اونا بچه ها رو نگه میدارن. یکم هم به فکر خودمون باشیم دیگه. اینو راست میگی. چی بگم نمیدونم. آره کیک. آی کیک. خاله چلای با اینا هم میزدش من؟ نمیدونم. اینجوری نشد. آه اونجاست. خاله چلای با این هم میزد. آب نبات پیدا کرد. کجا پیدا کردی؟ تو کیفش. بیا بخوری. یه چیزی بگم بهتر نیست من نیام؟ آقا مهمت بفهمه بیچارمون میکنه. گیلاس الان آقا مهمت نشسته جلوی تلویزیونش اینجوری قشنگ خوابش برده. اگه اینجا خشکت بزنه میاد ماچمونو میگیره. از ما جدا نشو گیلاس.
کجا میدونی آقا محمد این وقت شب چی کار میکنه؟ چون همیشه میام اینجا و واسه همین میدونم. پس چرا به من نمیگی؟ چشم از این به بعد بهت میگم. آره بگو که خواهرم قلم پای هر دوتونو بشکونه. آخه تو هر شب میای مدرسه که چی بشه؟ هیچی میگردم. بعضی وقتا جمله خنده‌دار رو تخته‌ها مینویسم. همین. اصلا به شما چه؟ اینجا مدرسه منم هست. دوست دارم بیام. مگه چیه؟ خیلی خوب، توپا رو پیدا کنیم بعدش هر کاری خواستیم بکنیم. یه بار گولتون رو خوردم ببین چی به سرم آوردینا. فکرت، بعد برم به جون ما دعا کنم. وگرنه مسابقه محله نصف کاره میمون. میگم فکرت، نظری چی بینیم تو این کارا؟ مثلا با مسابقات قرارداد میبندیم که توپای مسابقه رو تایید کنیم و از اینجور چیزا. شغل خوبیه. تامین آیشه جون، تامین. درستش اینه که بگی تامین. اول یاد بگیر درست حرف بزنی، بعد هر کاری خواستی بکن. اوف فکرت، واسه چی خواهر قرقره تو با خودمون آوردی؟ الان انقدر قر میزنه که میام پیدامون میکنم. توپا اینجا، اما متاسفانه قفله. کلیدش هم نیست، نمیدونم کجا. باید چی کار کنی؟ این که همیشه بازه. معلومه که هر روز از قفلش میکنم. فکرت اوف، کجا گذاشتم؟ بگردیم پیداش کنی. از کجا میدونی اینجاست؟ شاید برده خونهشون. یه صدایی اومد، یه نفر داره میاد. به خدا کی اونجاست؟ اگه نگفتی موقعی تلویزیون نگاه کردن میخوابه. خدایا سابقه تحصیلی من خراب شد، اونم به خاطر عشق شما دوتا به یه دونه چوب. من چی کار کنم؟ مگه تقصیر منه؟ ها تقصیر منه؟ من از کجا میدونستم ایم سر فیلم نگاه نمی کنه؟ مگه من کارگاه هم؟ همه چی رو باید من بدونم؟ بسی دعوا نکنی، شاید نیا تو. زنگ میزنم پلیسا، میزنم تا پیداش کردم. اینو بگیر، اینا رو بندازین رو سرتون. زود بشی بودوی، بندازین رو سرتون بعدم بیاین. بودو بودو سب کنیم ببینم شما چی هستی؟ کار میکنی مرتی؟ چه عوضی؟ ساباش آروم باش. آروم باش. چجورت نمیکشی عوضی؟ بذار برم حالا جا بیارم. عجب آدم هایی پیدا میشن. آروم باش باریش، آروم باش. بذار برم بزنم. باشه تیمور باشه. آروم باش. خوبم تیمور. هرس نخور باریش. قیافشو ببین ها. بس عزیزم. بلم کنیم بسریم برم بزنمش. آره باریش همیشه همینجوری. آره بخندی خیلی خنده دار بود نه؟ چی کار میکردم؟ هیچی بهش نمیگفتم؟ بی خیال ساباش، پسر منظور بدی نداشت که. من خیلی خوب دیدم چی کار داشت میکرد و چه منظوری داشت. چرا من عکس دادم من نشون دادم؟ چون نباید همچین کاری میکرد. باشه آروم باش. من آرومم، اگه کتکش میزدم آرومتر میشدم، اما بازم آرومم، نگران نباش. حالا تو رو اینجوری ندیده بودیم ساباش. راست میگه ساباش، هیچ وقت بزن بهادر نبودی. خیلی باید ببخشید، ولی الان چه ربطی به بزن بهادری داره؟ یه سوالی دارم، اگه همین مسئله برای خودت پیش اومد چیکار میکردی؟ کنجکاوم بدونم تو هم تو شادی شرکت میکردی؟ دیگه به اندازه تو قاطی نمیکرد. باز میگه قاطی نمیکردم. باز میگه قاطی نمیکردم. کم مونده بود سوار کل نامزدم بشه، میگه قاطی نمیکردم. ای خدا. خیلی حسوده ها. اذیتت میکنه نه؟ نه عزیزم، چه اذیتی؟
کجاشو دیدین؟ آخرین بار به رئیسم گیر داد. اگه میخوای بهشون بگو برای چی به رئیست گیر دادم. طرف مشکوکه. بعد جوری عجیب غریبه. یعنی باورتون نمیشه. به زودی گندش در میاد. وقتی در اومد بهت میگم خانم خانمه. حالا ببین. چه جوریه مثلا؟ کارگاه مخفیه. آره، شبیه کارگاه مخفیاست. حالا شما منو مسخره کنید. ببین دارم بهت میگم. به زودی گند کاراش در میاد. درستی حرفامو ثابت میکنم. حالا ببین. اون وقت با گریه ازم معذرت خواهی. شما هم شاهدینا. اگه با مدرک بهم ثابت کنی میام ازت معذرت خواهی میکنم. همینجا بهت قول میدم. قول باشه. میدم. باشه. شما هم شاهد. آره، ما هم شاهد. باشه. چرا ما تو شب نامزدی من باید در مورد عمر حرف بزنی؟ اصلاً راست میگی عزیزم، حق با توئه. این یعنی معذرت خواهی. واقعا شب خیلی قشنگی بود، ازت ممنونم عزیزم، خیلی زوج خوبی هستین. دیگه هیچ وقت عقلم و دست شماها نمیدم، با شماها هیچ جا نمیرم. خب نه یا حالا انگار ما بهش گفتیم بیا، خود سر خود را افتادی دنبالمون اومدی. اینا رو نگاه کن، این وقت شب بیرون چی کار میکنن؟ نکنه اومدن دنبال من و تو. حالا که به خدمت عرصتشون برسیم میفهمم. فکرت داداش شما اینجا چی کار میکنین؟ دیوونه شدین؟ داداش به خدا من کاری نکردم. تو ساکت باش گیلاس، میگیم این نفهمه. تو چی ها؟ ما رفته بودیم مسابقه رو ببینیم. کدوم مسابقه؟ چه مسابقه؟ از کدوم مسابقه حرف میزنی؟ تفلک فیلیز یه شب رفته بیرون، همه تون ریختین تو خیابون. داداش احمد، انگار حالا خودت نشستی تو خونه داری چای میخوری که اینا رو میگی. منو نگاه چه زبون درازی میکنه. سری زود باشین راه بیافتین برین خونه. دعا کنین فیلیز نیومده باشه خونه، وگرنه فاتحه هر سه تاتون خونده است. زنم تو سر خرید. وای مامان چی کار کردین شماها؟ همه چی خوردی؟ آره خیلی خوردیم. بیا بشین، برای تو هم نگه داشتیم. بیا بخور. آره مجده، بیا بشین. بیا دخترم، بیا دختر. رفت افتاد ته معده. خمیر رو خوب باز نکرده بودی، سنگین بود، معده درد گرفتم. نه چه ربطی داره؟ یوفکای من خیلی نازک میشه، اون طرفش رو میبینی؟ عجب. بله شکر خانم. ببخشید تازه توی کیک شما خام بود. نه بابا. بله واقع فکری، شما نظرتون رو بگین. بله شکران، تو خیلی زن خوبی هستی، اما در مورد غذا نمیتونی با شیما خانم جوی رقابت کنی. حالا شد. آخه برک اینقدر خوشمزه میشه. میشه تونتون. آخه فکری، شما هر وقت بگیم براتون برک های گل درست میکنم. نوش جونتون. خیلی خوب، هر کاری میکنین بکنین، من میرم. اگه صبح بیدار نشدم این برک ها رو به عنوان آلت قصد به پلیس نشون بده. خیلی خوب باشه. عجب و شکران. برک های من خیلی زود هزمن، بازم براتون بیارم. میشه چونتون، میشه چونتون. ای ول فریزینا هم اومدن، نجات پیدا کردم. خیال کردی؟ فکر کردی به این راحتی هاست؟ صدا در نیاد، مگه نمیبینی بچه ها خوابن؟ بچه ها خوابیدن. ای بابا اینا برای چی اینجا خوابیدن؟ گیلاس برو تختشونو آماده کن، من اسمتو میبرم. کی به تو گفت کمک کنی؟ هیچ کس نخواسته تو کمک کنی. خب لازم نکردی ببریش، برو رو مامان بزرگو بکش. زود باش. زود باش چراغا رو خاموش کن. زود باش. بیا اسمت، بیا عزیزم. بریکل شب بخیر. کردیم
مثلا دیر برسیم چی میشه؟ میای تو کاروان پیش من میمونی میخوابی؟ چرت و پرت نگو، به مام بزرگم گفتم زود برمیگردم، خیلی بد شد. من که میگم بیا پیش من بمون، یکم دیگه حرف بزنیم. بیا بریم. آتی دیوونه نشو، چی کار میکنی؟ کاری نمیکنم، میگم بیا قهوه بخوریم حرف بزنیم. آخه ببین عزیزم، چراغا رو خاموش کردن، همشون خوابیدن. بیا خونه دامادو ببین. باشه بریم خونه تو ببینیم. وای اینجا چقدر قشنگه. آره میگم بعد از عروسی پسش نمیدم، خانوادگی با هم دیگه میریم میگردیم، خیلی خوب میشه. اگه مامانم زنگ نزده بود با همین میرفتیم پیش حکمت. نه یاد مامانم افتادم، خیلی نگرانشم، نشد یه سر بهش بزنم. مگه الان کجاست؟ بهت نگفتم خونه خاله شیما اینا، با بابام رفته خونه خاله شیما. بیچاره خاله شیما. چی میگی تو؟ نپرس، فرصت نشد برم یه سر بهشون بزنم. برم یه قهوه درست کنم بیام. بگو سات، خبر جدیدی هست؟ بابا این یارو خیلی پول داره باریش، باید میدیدی اومد چه رستورانی غذا خورد، اما بعد برگشت اومد خوشرویی. اینجا زندگی میکنه؟ آره اون اونجا زندگی میکنه، فکر کنم طبقه بالای واحد کوچیک‌تره. خیلی عجیبه، بعد جوری مشکوک میزنه. نگران نباش، به زودی دستش رو میشه. میدونی الان باید چی کار کنی؟ همونجا باید بمونی، ببین که کجاها میره، کجاها میاد، چی کار میکنه، عکسشو بگیر برام بفرست. بعد دوباره بهت زنگ میزنم و با هم دیگه صحبت میکنیم. حتما باریش جان، بهت زنگ میزنم. باشه، فعلا خدافظ. وای من کجام؟ تو کاروان همسایه. وای باریش از دست تو، چرا بازم بیدارم نکردی؟ بچه ها باید برن مدرسه. برات قهوه درست کردم. اوف آخه چرا به حرف تو گوش کردم اومدم؟ من رفتم میبینمت. باریش این باز نمیشه. اومدم عصبانی نشو. زود باش. آروم. بیا آروم باش. بیا دیگه.
آه. آه. من رفتم میبینمت. برو عزیزم بعدم میبینمت. فعلا خدافظ. ببین هنوز بیدار نشده. آه گیلاس، گیلاس بیدار شو دیگه، چی کار میکنی؟ دیر میرسین مدرسه، یاد نگرفتین به موقع بخوابین به موقع بیدار شین؟ فکرت، رحمت، پاشو. فکرت، پاشو، پاشو، رحمت، پاشو. شما ها چرا بیدار نشدین؟ تا صبحونه درست میکنم پاشده باشین ها، زود باشین ببینم. برای چی داد میزنی دختر؟ مامان بزرگ، این خروسای بی محل. معذرت میخوام مامان بزرگ، بیدار نشدن، باید برن مدرسه. حتما علاقه ای به درس خوندن ندارن، بفرستشون یه تعمیرگاه تعمیرکار بشن. منو دیوونه نکنین، میخوام بخوابم، انقدر اعصاب منو خورد نکنین، سر صدا نکنین. ما 5 دقیقه حاضر میشیم، برم صورتم بشورم. حتی کوچیکام بیدار نشدن، این چه وضعیتیه؟ دیشب چی کار کردیم؟ ها؟ بیا. شکران، شکران دختر بیدار شد. آقا فکری، سر صبح کلی تر شکر خانم چی کار میکنین؟ برای چی صبح زود لباس پوشیدین؟ کجا میخواییم برین؟ شیما خانم جون، من و شکرانه یه کاری داریم، اما به هر کاری میکنم بیدار نمیشه. شکران، آقا فکری، شما دیشب گفتین که غذاهای منو خیلی بیشتر از غذاهای اون دوست دارین، حالا چی شده که صبح کلی سهر لباس پوشیدین میخواین یواشکی با اون بذارین برین؟ شیما خانم شما اشتباه متوجه شدین، مگه میشه من شما رو ول کنم برم؟ آخه نگید، من و شکران یه کار دیگه داریم. چی کار داریم؟ شما برید شکران رو بیدار کنین، من بعدم برای تعریف کنم. شکران خانم، شکران خانم، شکران خانم، شکران خانم، نه اصلا انگار نه انگار بیدار نمیشه. دو بار تکونه شده اما بیدار نشد. بلش کنیم بیاییم و با هم بریم صبونه بخوریم، تا اون موقع هم بیدار میشه میاد. جدی میگی؟ میتونیم بریم به کارتون برسیم، فرار که نمی کنه. بیاییم. آره آره راست میگین، اتفاقا از شب تا صبح حالم خیلی بد بود شیما خانم. چرا؟ یه چای بخورم بهتر میشم. برای چی؟ به خاطر بوی؟ بیاین تغذیه هاتون هم ببرین. گیلاس کفشاتو بپوش. شماها چتون شده؟ چرا اینجوری شدین؟ زود باش دیگه فکرت، چرا لفتش میدی؟ دستشویی دارم، مامان بزرگم وقتی میره دستشویی بیرون نمیاد. باشه حالا میریم دستشویی مدرسه. وای دفترم دوش جا میموند. بگیم ببینم این بچه ها کی خوابیدن که هنوز بیدار نشدن؟ شماها دیشب چی کار کردین؟ راستش فیلیز، من دیشب با مژده رفته بودم بیرون، وقتی برگشتم اینا خواب بودن. گیلاس تو بچه ها رو خوابوندی؟ تبی چیزی نداشتن؟ چیزی؟ خواهری من خیلی نگران شدم، خودم بیدارشون میکنم ببینم چطوره. اسمت، اسمت جون بیدار شو، اسمت بیدار شو عزیزم، اسمت. ای خدا زینب، از چرا بیدار نمیشه؟ زینب بیدار شو، زینب جون، خاله جون، عزیزم، دیشب چه اتفاقی افتاده اینجا؟ چیزه خوهری؟ چی گیلاس؟ چی شده گیلاس؟ فیلیز ما رفتیم مسابقه. چه مسابقه؟ رحمت اینا چی میگن؟ من به هوای اینکه مامان بزرگ خونه است یه ساعت با مژده رفتم بیرون، اگو اینا هم از خونه فرار کرده. کی پیش بچه ها بود؟ کی؟ مامان بزرگ بود، فیلیز روی مبل خوابیده بود. مامان بزرگ، اون دوستم که گفتم عمر رو تعقیب کنه. خب گفتم بیاد قهوه خونه حرف بزنیم، تو هم بیا بریم. آه باشه، بذار به طولایی بگم بعد بریم. آه باشه. باریش، 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 بچه ها بیدار نمیشن، بیا. چی شده فیلیس؟ بیدار نمیشن، نفس میکشن اما بیدار نمیشن. تو رو خدا بیا. یعنی زینب و اسمت. باشه صبر کن کیفامو بیارم. خیلی خواه آروم باشی، برین تو. چرا بیدار نمیشن؟ صبح خیر.
صبح خیلی خسته نباشین. ممنون. طوفان نیست؟ نه اون این موقع نمیاد، الان خونه از خیر باشه. چیزی لازم داری؟ نه چیز خاصی نیستش، بعدا دوباره سر میزنم. خواهش میکنم. نگران کننده نیست، نبضشون نرماله، نفس کشیدن هر دوشون هم مرتبه. پس برای چی بیدار نمیشن باریش؟ چون خوابن فیلیس. فیلیس اسمت پاشو عزیزم، اسمت جون، تو رو خدا بیدار شو عزیزم. عزیزم میشه آروم باشی فیلیس؟ یه چیزی میگم، اما نگران نشو، احتمالا دچار مسمومیت شدن، باید ببینیم دیشب چیا خوردن، بریم بیمارستان یه آزمایش بگیرن، خیالمون راحت شه. من اینو پیدا کردم. این چیه؟ این چه قرصیه؟ اون چیه؟ بده ببینم. بده من بفهمین. ای وای، این قرص آلرژی منه، پر بود، یه دونه توش مونده. قرص آلرژی چی کار میکنه باریش؟ این عوارض جانبی این خوابه، بزرگترام اینو میخورن خوابشون میگیره، اما ما بازم میریم بیمارستان که خیالمون راحت بشه. باشه من اسمتو میارم. وایسا من میارمش. مواظب باشین. من میارمش. تو لازم نکرده. تو هیچ کسو نمیاری، تو بچه ها رو برمیداری میبری مدرسه، عصر به خدمت همتون میرسم، همتون. را بیفت. آخ الهی بمیرم، تو چقدر نادونی. آخه چرا قرصو گذاشتی اینجا؟ همه بچه ها تو خونن. خدا ازت نگذره. آخ خدا ازت نگذره. و این زنه چرا بیدار نمیشه؟ میخوام برم مدرسه، تمام وسایلم تو اتاقه. دخترم هرچی میخوای برو، یواشکی از اتاق بردار عزیزم. اوف تو خونه که دیگه هیچی، حتی تو اتاقم هم دیگه آرامش ندارم. دختر گرگرو یه لحظه زبون بدن بگیره. بابا کارمونو بکنیم امروز. شکران میره. میخواد بره؟ معلومه که میره. بابا اینجا بمونه چی کار کنم؟ نمیفهمم چرا اینقدر خوابیده. گفتیم صبح زود کار داریم، بس بریم، انگار نه انگار دیشب زیاد خورد به خاطر اونه. نه بابا مگه چقدر خورد؟ چرا همه بورک های منو خورد، اما از کیکش اصلا نخورد. بله از سمت دلت بخواد خورد. عشقم حالم خیلی بده. وای طوفان، با صبح زود کجا گذاشته رفته؟ این دیگه چه حالیه؟ اومدم. اومد. صبح خیر. خیر باشه، چی شده؟ طوفان خونه است؟ نه نیست، گذشته رفته، منم تازه بیدار شدم. من میخواستم باش حرف بزنم. حتما رفته قهوه خونه ها؟ کاری از دست من برمیاد؟ آره راستش برمیاد. باشه بیا، بفرما تو بیا، یه چای با هم میخوریم. من چه جوری دیشب تا دیر وقت بیرون موندم؟ چرا زود نیومدم خونه؟ بابا فیلیس تو چه تقصیری داری؟ آروم باش، انقدر خودت اذیت نکن. مگه میشه؟ مسئولیت اونا با منه، من ازشون مواظبت میکنم. حالا یه شب رفتی بیرون دیگه، پیش میاد دیگه، چیزی نیست که. نه نباید اینجوری میشد طوفان، به هوای مامان بزرگم خیالم راحت بود. چه جوری اون پیرزن از این همه بچه مواظبت کنه؟ همش تقصیر من بود. نتیجه آزمایش اومد؟ آره اومد، جای نگرانی نیست، به خاطر قرص خوابیدن همونطور که فکر کردی. جای نگرانی نیست، یه مدت دیگه بهتره تحت نظر باشن. درزم از مسمومیت کولونوژیک هم اثری نیست، که اینم خبر خوبیه، چند ساعت وضعیتشون رو تحت کنترل میگیریم، بعدم مرخصشون میکنیم. خیلی ممنون، لطف کردی. بفرما. دیدی چی نبود؟ میخواد خودت اذیت کردی. عزیزم من الان متوجه شدم، تو چرا خودت سرزنش میکنی؟ تو تقصیری نداری که. تو داری شوخی میکنی؟ از منم عصبانیه، تقصیر منم هست. بیچاره شدی پسر، باور کن.
سواد. الو. ها چیکار کردی؟ عزیز دلم دیگه هیچ وقت تنهاتون نمیذارم، هیچ وقت تنهاتون نمیذارم عزیزای من. میخوام بخوابم. باشه عزیز دلم بخواب، خیلی منو ترسوندی. خب الان تعریف کن ببینم عمر رو دقیقا با کیا دیدی؟ فهمیدم فهمیدم، خوبه. عکساشونو گرفتی یا نه؟ باش عالیه، کارت حرف نداره، عکسا رو برام بفرست، بعدم بهت زنگ میزنم با هم صحبت میکنیم. باش، خیلی ممنون سواد. باش خدافظ. خدافظ. چی شو باریش با کی قرار داشتی؟ با یه سری مافیا. این بار افتاد تو تله. کی افتاده تو تله؟ تو دوباره گفتی عمر رو تعقیب کنن. ببین خوشگلم، این عمر واقعا آدم درستی نیست، خدا رو شکر داره ثابت میشه. اگه بفهمی چقدر پول داره عقل از سرت میره. بی خودی نیومده تو اون محل. تو خوشرویی چیکار میکنه؟ ها چیزی نمونده دستش رو بشه. نگران نباش. تو چی داری میگی؟ بدون اینکه عصبانی بشی گوش کن. میگم طرف عین قارون پول داره، یه کاسه زیر نیم کاسه است. حرف منو باور نمیکنی از طوفان بپرس، اونم دیدم. آره فیلیز چیزو دیدیم، یعنی صورت حساب بانکشو، خیلی پول توش بود. خوشو این همه پولش کجا بود؟ به نظرت عجیب نیست؟ واقعا که طوفان این باریش تورم وارد این بازیا کرده. حالا بچه‌ها بعد من دارم میمیرم، اون وقت تو با عمر سر کله میزنی؟ تو چه آدم گیری هستی؟ دست از این اخلاقت بردار دیگه. چه ربطی داره فیلیز؟ به خاطر اون مهدی که به من قر میزنه، هی میگه به تو چه به تو چه. من چجوری باید این دختر راضی کنم که بفهمه، بفهمه که این یارو آدم درستی نیست؟ بفرما سر کلش پیدا شد. زینب کجاست؟ رحمت بهمون گفت بچه‌ها خوبن. آره خوبه، انتحاریشون نشده. زینب کجاست طوفان؟ برای چه اینقدر عجله میکنی؟ آروم باش. تو دخالت نکن. زینب کجاست؟ اونجاست تو اتاقه. منو ببین، نمیتونی سرتو بندازی بری تو. زینب دکتر چی گفت؟ کی حالش خوب میشه؟ اثر بدی روش میذاره یا نه؟ نه اثر بدی روش نمیذاره. تو چی کار داری میکنی؟ دخترم چطوره؟ بگو دخترم حالش چطوره؟ چی گفتی؟ بابا دخترم خوبی عزیزم؟ خوبم بابا، خیلی خوابم گرفته بود. قربونت برم. من عمر اینجا چه خبره؟ زینب جون ما یکم بریم با بابا حرف بزنیم بعد برمیگردیم. باشه تو قشنگ بخواب استراحت کن. آفرین. الان برمیگردم بگید بخواب. آفرین دخترم. برو برو بی اینجا. بگو ببینم قضیه چیه. بگو چرا این بچه به تو میگه بابا؟ چون زینب دخترمه. این پرت و پلاها چیه میگی؟ درست تعریف کن قضیه رو. یه لحظه صبر کن باریش، عصبانی نشو. عمر راست میگه، زینب دختر خودشه، یعنی داره راست میگه. واسه ببینم تو از کجا میدونی دخترشه؟ امروز آزمایش دی‌ان‌ای که داده بود و آورده بود، میخواست به تو نشون بده اما پیدات نکرده بود. منم تازه فهمیدم. بده ببینم. بده. درست. آره اعتراف میکنم دلیلی که باعث شد بیام تو این محله این بود، یعنی بفهمم زینب دختر من هست یا نه. چند روز جوابشو گرفتم اما چون هر روز یه درگیری داری نتونستم بیام در موردش باهاتون صحبت کنم. آها یعنی تقصیر ماست. نه منظورم این نبود.
من و ایلیز رابطه ای نداشتیم، فقط یه بار هم دیگر رو دیدیم. بعد از چند ماه پیدا شد، گفت ازت حاملم. منم حرفشو باور نکردم، چون با آدمای دیگه هم رابطه داشت. همه میگفتن میخواد بچه رو بندازه گردن یه نفر. آخه این چه حرفیه؟ معذرت میخوام فیلیز، دارم در مورد خواهر خدا بیامرزد این حرفا رو میزنم، اما دارم این حقیقت رو میگم. منم قبول نکردم، دعوا کردیم، گذاشت رفت، دیگه هیچ وقتم ندیدمش. یعنی داری میگی قربانی هستی دیگه، درست فهمیدم؟ یعنی چون بقیه گفتن داره دروغ میگه تو هم دختره ردش کردی رفت؟ میگم اصلا نمیشناختمش، فقط یه شب بود، اشتباه کردیم. حتما برای تو هم پیش اومده. خب اون وقت تو که قضیه رو باور نکردی، برای چی زودتر نیومدی؟ چرا زودتر دنبال زینب نگشتی؟ سوالم منطقیه دیگه نه؟ خبر مرگ ایلیزو تو روزنامه دیدم، خیلی ناراحت شدم، باورم نشد. نوشته بود خودکشی کرده، گفتم بچه نه پدر داره نه مادر. یهو یه فکر افتاد تو سرم، منم خب این راهو انتخاب کردم. یعنی برای چی دروغ گفتی؟ میومدی از اول قضیه رو صاف و ساده به همون میگفتی. فیلیز میومدم به چی میگفتم؟ میگفتم من یه بار با خواهرت بودم، ممکنه زینب بچه من باشه، اون وقت راجع به من چه فکری میکردی؟ نمیدونم چه فکری میکردم، اما حق نداشته همچین کاری بکنی. خب حالا قرار چی بشه؟ یه چیزی که کاملا مشخصه اینه که ما نمیتونیم بچه رو به فرزندی بگیریم. دقیقا نمیتونه، وقتی بابای خودش هست پس نمیشه. فیلیس؟ من الان نمیدونم، اول باید این شوکو پشت سر بذارم، بعد فکر کنم عمر، بعدن حرف میزنیم. باشه فیلیس، کاملا حق داره. من برم یه سر به زینب بزنم، بعدن میبینم تو. چی کار میکنی تو؟ چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ داره تو چشات نگاه میکنه، دروغ میگه، چرا هنوز حرفاشو باور میکنی؟ چیو نباید باور کنم؟ طرف بابای زینبه، جواب آزمایش تو دستشه. میگیم طرف بابای زینبه، اما چیزای دیگه‌اش چی؟ چند ماه ما رو انگشتش چرخونده ندیدی؟ اصلا واسه چی رفته به یه ذره بچه گفته من باباتم؟ اصلا کی همچین کاری میکنه آخه؟ بیا به نظرت کارش درسته؟ اما هرچی باشه بابا ششاد وقتی بچه رو دیده طاقت نیاورده، دلش خواسته بهش بگه. طلای خواهش میکنم تا دیگه شروع نکنه. حق دارین، شاید الان نتونم درست فکر کنم. عزیزم پاشو ما بریم خونه. خب خیلی خوب، باشه با این بریم. حالت بیشتر از این اینجا نمون، مواظب باش. بریم، خداحافظ. بگو صادق، قضیه طوفان رو ردیف کردم، نیازی نیست تو کاری انجام بدی. چی کار میخواستی بکنم؟ گفتم من بابای زینبم، با یه تیر دونشون زدم، گفتم به این خاطر اومدم تو محله، دیگه فیلیز طرف منه، باریشم با اون آدمی که فرستاده دنبالم سرگرم باشه. کارو اینجوری انجام میدم، تر و تمیز، بی عیب و نقص، فهمیدی؟ کجا رفتی بابا؟ اومدم دخترم. خانم پرستار میشه یه لحظه ما رو تنها بذارید؟ ماما البته. خیلی ممنونم. گوش کن زینب، به خالت اینا گفتم من باباتم. آره دیگه، منو میبری پیش خودت؟ میریم پیش مامانم؟ هم میبرمت پیش خودم، اما به یه شرطی، به هیچ کس نمیگی مامانت زنده است، به هیچ کس. خب باشه؟ باشه. آفرین به دختر عاقل خودم. ببین خوشگلم، من تو رو درکت میکنم، میفهممت. فکر میکنی بی خودی گیر دادم؟ فکر میکنی عصبانیم؟ اما اینطوری نیست، الان وقتشه چشماتو باز کنی ببین طرف چه فیلمای بازی میکنه. درسته باریش، حق داری، حق با تو بود، اما خب اینم بابای بچه است. دروغ دیگه ای نگفته، اومده بچه‌شو پیدا کنه. باید فکر کنیم ببینیم
بهترین تصمیم برای زینب چیه؟ بقیهش مهمه. به نظرت بهترین تصمیم برای زینب و منه؟ نمیدونم، دارم فکر میکنم. حتی تحمل اینم نداری؟ ندارم. من دیگه تحمل ندارم. نمیخوام در مورد عمر چیزی بشنوم، فهمیدی؟ میشه آروم باشی؟ من آرومم، خیلی خیلی هم آرومم. میشه آروم باشی؟ همه دارن به ما نگاه میکنن. ببین فیلیس، خیلی داری منو اذیت میکنی. قسم میخورم خیلی داری اذیتم میکنی. این آدمو از زندگیت بیرون میکنی فیلیس، فهمیدی؟ میخوام عمر از زندگی بیرونش کنی. ببخش. آره دقیقاً درست شنیدی. از کارت استعفا میدی، اجازه نمیدی به هیچ عنوان با تو رابطه‌ای داشته باشه. تو راه دیگه‌ای برام نذاشتی. باریش تو دیوونه شدی؟ کارو ولش کن. من چه جوری میتونم یه ذره بچه رو از پدرش جدا کنم؟ اینی که میگی باباشه یه پا کلاهبرداره، نمیفهمی؟ نمیتونی اینو ببینی؟ فیلیس، یه کاری که من گفتمو میکنی، اینو از زندگیت بیرون میکنی یا من دیگه نیستم. دارم کاملا جدی میگم، اصلا هم شوخی ندارم. چیه؟ برات متاسفم. کجا میری؟ فیلیس کجا داری میری؟